We have two sizes. Mm-hmm. One is small and one is big. Can I try it? Yes. You want to try your hand? Yeah. Did you? بچه ها کوروشون شلوارکر خواسته تو لوی ویتون، بعد یه دونه ازش هستن از پای ماکنه درش میارن. آه یه تنکی بریم. دبی ما رسیدیم بچه ها، همین الان داریم از فرودگاه میریم به سمت خونه. پرواز خیلی خوب بود به جز یه قسمت هایش برای کوروش. هم آخی صبح خیر دبی. بیمار که همینجاست. اولین کار که همیشه سفر میکنم اینه که دوست دارم لباسامو اینجوری مرتب بچینم، بعدش ببینم چی به چیه، چی میخوام بپوشم، کجا میخوام برم. الان میخوایم بریم با هم یه تبلیغ بگیریم برای یه برند عطر خیلی معروف اینجا بودا. یه روزه کم شیک و کلاسیک تر باید بپوشم که چین باوقار الی بانو داره میاد. ببینیم چی بپوشم. این چه تیپم با کفشای جدید. بریم دبی مان، چند تا کار داریم. مثلا یک با اونجا شون ساعت نزدیک 11 صورتم بازی. من مام سفر بیرون نمیدونم چرا میام سفر، آب و هوا عوض میشه میرزه بیرون. Let's go. حالا ویرو از سالون ببینیم. همه این دو بیمان پیاده فکرم 5-6 دقیقه رو دیگه اینها. اینه که آفا چرا خفنی؟ خب بچه اومدم برند اوژار. الان این میکسه هم برنده که مادم برش تبلیغ کنم، این یه دونه بادی واتره که میکسش میکنی قشنگ پوست رو خیلی فرش میکنه. الان میخوام رو دستم امتحان بکنم. And Wood Whisper Eau de Parfum 100 ml. And you liked also the Ciel d'Orage. Yes. This is a smoky wood. So I'm gonna open it and put it inside the coffee box. Perfect. Your eye box. Yay! Thank you. But you have to open it for Eid, not before. And the unboxing. For the blue ring, mm-hmm. Because all of our fragrance, you can mix them together. So. بچه من چون دوتا رو میکس کردم، یکی این یکی بود که این خیلی فرش بود، قشنگ حس سامری میداد به آدم. با این یکی، اینم یه داستان خیلی قشنگی پشتش. کلا برنده اینجوریه که خیلی همه بوهایی که اینجا میبینین یه داستانی پشتش هست. خیلی دوستش داشتم. یه پروموشن هم دارن روی این باکس های این شکلی که اگر اینو بگیرین اینو بهتون هدیه میدم با این باکس های خوشگل. حالا توی اینستاگرام گذاشتم، ولی اینجوری مال عمان این برنده. اون دوتا بویی که من گفته بودم دارم برام میکس میکنم میذارم تو جعبه. داشت میگفتش که کلا برندش مال عمانه و صاحبش یک بیلیونره، یه خانم بیلیونر عمانیه. بعد داشت میگفت همه اینا یه داستانی پشتش هست. مثلا اینی که اینجاست انقدر شیرینه اسمش حلوا کیسه. تمام موادی که توی حلوای عمان استفاده میشه رو میذارن توش. قشنگ وقتی بوش میکنی بوی زعفرون میده، بوی هر چیز، بوی پسته میده، هر چیزی که توی حلوا استفاده میکنن میره. بعد میگفت مثلا کارشناسا میرن توی عمان اینو مثلا استفاده میکنن، تیستش میکنن، میخورن، مزهش میکنن که دقیقاً اون حس رو بده. بعد خیلی قشنگ بود. مثلا سر این روزام داشت میگفتش که دو تا داره، روز زنونه و روز مردونه. و داشت میگفتش که توی این کوهی که اصلا اوژار اسمش ازش اومده، there was a mountain right
I cannot pronounce that. ولی یه کوهیه که حالا من اسمش رو نمیتونم تلفظ کنم، ولی خیلی عجیبه که روش یه عالم روز در میاد. بعد خیلی براشون عجیبه کلاً رو اون کوهه یهو یه تایمی از سال روز میاد و هم زنون داره هم مردونه. این بوش هم خیلی خوشبو بود، ولی چون عطر جدیدم هم یکم شیرینه، دلم میخواست که یکم بویی که میخوام بگیرم یکم اون حس و حال عربی رو داشته باشه، برای همین خیلی خوشبو بود. اونی که من انتخاب کردم این بود و اون آبیه. یه دونم داره کشمیر پرینت، اینم خیلی خوشبو بود. بعد این خانومه که داشت اینا رو بهم پرزنت میکرد خیلی بامزه بود، میگفت من اینه که میزنم یه دو مامانم میفتم، نمیدونم چرا، ولی یه دو مامانم میفتم. اکثرشم هول کردم، چیز پنج نفر دارم نگاه میکنم، نمیتونم حرف بزنم. هیچ کدومشون چی میگه دختر پسر نداره، میتونی استفاده بکنید. در کل که خیلی خوش آمد از این برند اوجان. جاشم توی طبقه سوم دبی مال روبروی این پرفیومری اند کو، حتما بیاین. بعد گفتم که میتونین این بوها رو میکس بکنین و برای خودتون یه بوی خیلی خاص تهیه بکنین. خیلی خوش آمد از همه چیش. اینم بوی هلیا شد دیگه. At the end. Love it! ببینین چشم به چی خورد. SJP برند سارا جسیکا پارکر. من تا الان فکر کردم فقط تو نیویورک شعبه داره. حتما فردا هلی میخوابه توی این برند. اصلا خیلی خوشم اومد. یه میدونین کیه که سارا جسیکا پارکر نقش اصلی تو سکس اند دی سیتی؟ کری برادشا. چرا؟ بیچاره. آره میشناسی. کدوش میشه تا همه رو شده همه اخبار داری این برند رو میدونی چی؟ اون معروف بود دیگه بابا. الیا فردا 100% یک کفش پاشو بالا میخره. 100 رشتم سراغ کارهای ویدیو با بهزاد قرار داشت. من دارم برمیگردم سمت خونه، دارم یه لباس عوض کنم، بعدش برم یه سری خرید پریب بکنم، یه ذرم برم بگردم ببینم که میتونم کمک کروش بکنم برش یه سری چیزی میخواد بگیرم برای ویدیو. بعد خیلی از مغازه سارا جسیکا پارکر خوشحال شدم. بریم حتما یه دوری بزنیم. خیلی دارم یکی داره بسرم میکنم شرجی. من اومدم یکم گرفتم خوابیدم، یعنی نخوابیدم و دراز کشیدم و یکم به کارهای تو گوشیم رسیدم. ساعت 7:00 بعد ساعت 9 قرار داریم با بچه ها جمع شیم، چند تا از دوستامون دیگه. هوام داره غروب میکنه. بریم جیگر تالیای من. بریم عزیزم. Let's go. آسانسور. یو. یه دارم بچه ها داریم میریم با بچه ها بیرون. این آسانسوره همه بچه ها داریم میریم با بچه ها بیرون. انگاه به گوشم فشار میاره. آره ما خوده؟ نه لطفاً انگیشه از ما فیل نگیر چیزی میدارم داداش همه ببینیم با پایی چه دارست؟ آلمانی ما رو نمیزارم باید بگم هیچی آلمانی ما رو سوبر غیر سوبر بچه ها ساعت تقریبا 1 داریم میریم لالا بکنیم. کوروش که فردا داره میره سراغ موزیک ویدیو. منم فکر کنم برم فردا صبحم دبی ما. یه ایونت هم فردا شب داریم. فکر کنم برم مغازه سارا جسیکا پارکر رو حتما ببینم. بریم بخوابیم لالا. چشم. صورتم شو زمان با حوله خوش کنم. چشم هم داره میسوزه از صابون. Thank you.
سلام و صبح بخیر. ساعت 9 ما اومدیم دبی. ما چند تا کار داریم برای این ویدیوی کوروش. ببین من اون فرش رو میاد که باید پاس بگیر باید کل بگیر یادش کرد. آره معلوم بود. آه گل گرفت، گلره گرفت. کوروش امروز تیک شوتینگ داره، چند تا کار براش انجام بدم و شب یه دونه ایونت فر برم. سری میگم بالا سس آشیه چون رفیق باشو زد توی ترک یه اولا شیه برو بابا رفاقت توی چاوالیه توی این بازی بلایی از آخاری با داشیه یه سری میگم نابقه یه روانیه یه هوی میگیره محمد جون خوز کانیه یه سری میگم جزه ایلومیناتیه یه سری هم میگم بونجورنو آقا. من الان 2 ساعت با کوروش چمدونش رو بستم فرستادمش برای سر فیلم برداری و امروز هم خیلی روز سختی رو در پیش دارم. بچه‌ها هم واسه هم کوروش هم کل تیم فیلم برداری برای اینکه امروز باید برن توی کویر و به شدت هوا گرمه، یعنی اصلا خیلی ناراحتشونم. این بگ لوی ویتونی هم که میبینید با من 2 روزه برای اینه که شلوارکی که خریدیم یه جاش مشکل داره، هی دارم میبرمش درستش کنم، هی هم نمیشه، اینقدر کار داریم نمیشه. من دیگه دارم میرم بالاخره بدمش درستش کنن و یه دور بزنم و مغازه سارا جسیکا پارکر رو برم حتما ببینم. برای موزیک ویدیو کوروش هم چند خرید داره. بعد خیلی هم خودمو نکشم چون ساعت نزدیک 2 و 7 باید بریم یه ایونت، یعنی من دیگه نه حتی تا 5 آب برگردم که یه دوشی هم بگیرم و آماده شم برم ایونت عطر. پس فعلا بریم. این هدفون کوروش بیشتر به تیپم میاد، برای همین هدفون خودم لازم بریم. آقا دخترتون اومده دیزل برای خودش هم چند تا لباس ببینه. این چند روز همش برای کوروش لباس دادم. اینا رو میپوشم. این 3 تا لباسیه که کوروش خرید. خدا کنه سایزش خیلی خوش کنه. لیدیز اند جنتلمن، نفس رو حبس می‌کنیم. اینو میخواستم نداشت، حالا عکسشو میفرستم برای دنیا چون به دنیا هم این مدل میام. کلا سارا جسیکا پارکر عاشق کفشای لنگ بلنگ است. یادم که خیلی معروف شده بود اون صورتی قرمزه بود، اینم الان مدل همونه. اینو فروشندش بد اخلاق بود اصلا بود و خیلی هم جدی آمدم بیرون برای که گفتم فکری بکنم و که همچون کفشای خیلی اندازونی هم نبود، مثلا از 20% هم آف گذاشته بود، مثلا دیگه ارزون ترینش 1700 در هم بودون که من خوش آمد 2000 خورده ای بود که با 20% تقریبا شد 1900 تا. بعد گفتم که بیمونی فکر بکنم اینم بگیرم یا نه، ولی خوشگل ولی تو پام راحت نبود. بعد از اون که قالبش خیلی کوچیکه چون که من سایز پام 38.5 ولی الان اونجا 39.5 کوچیکم، یعنی 39 هم احساس کردم که تو کفشال بازار پام یه ذره زده بیرون، مثلا اونجوری که باید قشنگ عقب باشه پای نیست، 39.5 پوشیدم. ولی نمیدونم یه دونش دیدی یکی یه چیزی چشتو میگیره میگی من باید اینو داشته باشم، با اینکه خیلی دارم میخواد کارشن شاید من چیزی داشته باشم ولی یه چیزی نگم که بگم بهش اومدم ماسکینو. این کفش خیلی بامزه. این هم جاکت ستشه از خود رانوی ماسکینو اومده عشنگ. الان یک کاری میکنه کل کالکشن رو بگیرم. به خدا این کیفرم برام آورد. یه اتفاق خیلی بامزه افتاد. من رفتم که بگیرم این کوتر رو با کفشر رو، اصلا رفتم من به صندوق یه دو دل شدم، زنگ زدم به دوستم باران، دادم باران گفتم باران ببین به نظر ایدون بگیرم و اینا، یهو گفت کجای ماسکینایی، گفتم که گفتم آره، گفتش که یه پسر توپل اونجاست، گفتم آره، گفت بشه که من دوست بارانم و اینه. بعد دیدی از آب وجدان میگیری میخوایی مثلا چند سر وقت طرف رو گرفتی میگی دیگه اوکی من باید بگیرم. تو حالت بودم که گفتم من دوست بارانم، یا چرا نگفتی چرا نگفتی دوست بارانی فلان این حرف رو دیگه، گفتش که اوکی پس برو با باران بگیرم نجات هم داد. من که خیلی مطمئن نبودم روشون، خیلی کیوت بودا ولی به هر حال قیمتش زیاده. تو اون استیج هم که بودم باید جنگ کنید یه خجالت بکش انقدر خرج نکن، بعد از اون برای یکی دیگه تو مغزم میگه که دیبونه تو فقط یه بار زندگی میکنی هشی مفرگی. بچه شارجم هم کمه، بعد
کوروش هم سر ویدیو اصلا نمیدونم قرار چیکار کنیم و کی میبینیم هم و اصلا خیلی برنامه رو هوا بعد گفتم که الان پیاده برم تا خونه شارژر رو بیارم بعد زنگ به بارا میگم من دارم میرم بیام گفتش که اینجا بری توی عموم مشتریان کاستمر سرویس چیز میده آیدی تو بهشون میدی به پاور بانک میده واقعا باحال حالا الان رفتم یکی شهادت نداشت ولی دارم راه میرم تا بعدی ببینم داره یعنی ولی خیلی خوش آمد از این کارش من میام دوباره به خدا لاغر میشم Oh, this picture? The second one, not even the first one. The second yeah, one I love favorite. It. خب خوب شد بچه ها اومدن داریم میریم دوباره دیزل پیرنه رو ببینم دامنه رو ببینم بگیرم یا نه بعدش ما بریم ماسکینو بچه ها دارم میگن که جاکت ها رو نگیریم و کفشه ولی با آلود داریم کفشه رو بسیم گروش هم کارش تموم شده زنی جاره گفتیم تا اینجا یک موز ویدیو خیلی با آل شده ایلو بریم بچه باران میگه که اگه بری تو سایت لول شوز همین کیف رو همین جوری برات میدم اینم بوزه ای که دارم من که بوزه لی میام داش میمارم من یادم رو واسه از قضیه چیزی بگیرم انقدر امروز خستم بچه 21000 قدم را رفتم معادل 14 کیلومتر جون پام بایستم یه سری اومدی بیستی خوردی باشم شیش صبح باید بره فیلم برداری شیش فکرین صبح بره فیلم برداری من اونم نمیرم نمیتم ولی عصرش میرم یه تیکه از ویدیوشونم روی یاد باید بگیرم من اونو میرم فعلا این تیشرت هم از دیزل نموز خریدم امین فعلا گوتن مورگن کوروش از شات شوتینگ هلیکوپتر اومده چطور بود؟ پرفکتو وقتی حالش خوبه یعنی که ویدیو خیلی خوب پیش رفته بوده داریم میریم الان دبی مال برای شوتینگ امروز روی یاد یه اوکی داریم میریم یه دونه کفش کم داره یه دونه کفش یه دمپایی باحال بعد یه چیزی هم بخوریم خیلی دبی کاری بود من اصلا هنوز نرفتم نه استخری نه چیزی هیچ کاری نکردم دیگه ایونت دیشب هم که نرفتیم بچه ها اومدن گفتن که مثلا اینکه خیلی باحال نبود برای همین دیگه اونم نرفتیم و دیشب چیل کردیم خیلی گفتم دیگه من چقدر رو رفتم همین داریم ببینیم که امروزمون چطور پیش میره و اپرستو دوباره اومدیم بلومینگ دیز اینو پوشید ولی یکی دیگه بابر علمیت تو پاش خیلی خوشگل‌تر بود اجازه بدید تشریف بیاره این یکی رو گرفت گروشون رخ بنما یکم کم شو این در اون بر آهان اومون اینی مبارک عزیزم داریم به سمت خونه به سمت یاد الان ریمیکس یالام درست شده کروش گوشته خیلی باحاله داریم بریم به سمت لوکیشن یاد و ویدیو خیلی هم داریم میرم کروش مگم کروش اوفینا کفن خیلی داریم تو یا فارسی اینجاست تو یوتیوب یا اسرپی سلام خوبه چه جسیکا پارکر رو گذاشتم اس جی پی بعد یه نفر برام ریپلای کرده بود برند عباس کدوم باید ببینیم به نظرتون کدوم من میگم این یس علکی نگو دیده بود نه جان تو ای جان عمه به با جدی گفتم چاو بزیم امروز باشه علی رو داریم در تصویر دخترها دارن پایین حاضر میشن ماژان رو داریم آماده ایم اینم مدلای جگر طلا دیپلای دارم میگم اینم مدلای جگر طلا بسیار جگر و زیبا
فانیس یالا 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 اول تایی کن یالا آیس 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 وی اسپندن میلیارد پرس بچه ها هوا نوجوان مردانه گرم بچه ها میدارم ویدیو میگیرن اصلا اوف یعنی من حالا یه روزشو باشون اومدم این دو روز قبل موهام که اصلا وزه وز شد دو روز قبلی که خوشون رفتن تازه تو کبیر وای 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 چه زحمتی باشته این ویدیو ها چی شد چرا بزی از این راشه داره من ندارم من نمیتونی تو زن داری من ندارم من تو سخن روشه با ده تا دافم تو زن دلم نمی کنه خیلی که حاله ازش دلم پاره خیلی چینا نظر راجعه ویدیو چیه؟ راجعه عکست ببخشید عکس هایی آلیم علی کی نگو اصلا نگاه نکردی حرفه‌ای واقعا از مدل راضی بودی 3 دقیقه عکس در من ممنون از ویدیو بزیله و بزیله و کوریمانت راضی کوریمانت و بزیله تو اینو بگی بزیله کوریمانت رو بچه‌ها تاس بالایی رو میدم آفرین تصویرای خوب راسته که میگن کوریمانت واسه خودش میخواد باشه این دو دختری که تخبا تو هم بچه برو جلو برو جلو بگی چی میگی خوروش فانتزه خوبی در چالی عباس جان بابا بیا تو دوربین یه ذره بابا خودت هم اجرتی نباش اجرتی نباش بیا جلو دور ببین چقدر سخته وایسا بده اگه قز عباس بگه اکت کن یکم اکت کن دهن ما رو گایدی انرژی کمه یکم بیشتر صدا خوب این گرما نور خیلی بد بود نور خیلی بد بود از اول نور بد بود من تصمیم گرفته بودم که امشب نزنم بیرون دیگه کوروش رفت سر یه قرار کاری زنگ زد گفت مسخره رسیدن بیرون من گفت آخر شیش صبح اون رفته بیرون زیر یاتم ویدیو گرفته خصاص دارم میبینمش ولی گویا خسته نبود پوله بردی هم دارم هم میکنم یکی از دوستان چند کیلو وسیله توشه به ولاگ من خوش اومدید. به ولاگ شما؟ بله. شب به پایان رسید. صورت هلی در هوای مرطوب عجیب روزی. من فکر کنم اکثر آدما همینجوریه. بریم لالا کنیم. فردا میخوام با باران و لیا برم یه بیچ کلاب. آها یه پیج غذا برای همکاری بهم پیام داده بود. حالا اون هفته کام بزنم فردا. بهشون همه جواب ندادم میدونم چرا اصلا توی سفر تو مود یعنی مودش بودم اصلا وقت نشد واقعا انقدر درگیر کارهای کوروش بودم که اصلا نه وقت نشد کلی یه چمیده سی کیلویی من لباس آوردم مثلا اصلا عکاسی کنم برای اونم بندازم فردا یا بگم حالا سری بعد که میام با هم کار بکنیم دیگه همین جیگرتونو برم من بچه باران خیلی باسی بایستانه ایشون درمی دارم راستی صبح بخیر الان صبح صبح بخیر من داشتم تا الان وسیله جمع میکردم تا بچه ها I asked you that did you tell them so they sent you extra امروز برای سالات ها میخواییم سوری بزنیم برای همین من میگم بیام دو بیقه شن راحت رژیم میگیرم ببین چی چیزای خوب پیدا میشه دقیقا ما همه چیزای رژیمی میخوریم It's not for regime It is no? No, it's healthy. It's not regime. I love salata. So when you eat healthy, it's like you're on a diet. No, it's a living. ساعت 10 صبح باید برم یه دونه اسپا تبلیغات دارم ولی چه اسپایی هم ماساژ گرفتم هم بادی اسکراب هم فیشال دوستم به شدت نیاز داشت به فیشال و بعدش هستش با یکی از دوستام که تو ایونت جیمی چی باش دوست شدم قراره نهار دارم و بعدم شب برمیگردیم بریم بچه این الان برام آورده میخوام امتحانش کنم این بارانه ها داداشم باران داداشم قلبه خیلی مشکله بده بپوشیم بفرمین چی یالا
I'm so happy I got them. Chose from the back? Chose from the back. Yes. Yeah. So pretty. It's did you watch it? It always smells like this. Did you watch Barbie? Yeah. Yeah? Yeah. It's giving Barbie, honestly. You're right, I have to dash for all the and she also got this book, Good Vibes, Good Life. Hola. Guys, work on your awareness, work on your mental health. Yes. کلا این شکلی همه جا رو داری میتونی اینوری کنی اینوری کنی پشمات رو اینجا سه کنی دارم سیب زمینی نه نه همون لیک شده لیک شده ما داریم باران بستی کنیه یه برام سلام استوب آخر امشب پروازه من دارم روم یه اسپای خیلی باحال من ماساژ بگیرم هم بادی اسکراب و بادی رپ برم تبلیغ اونا رو بگیرم مشون استوری بذارم معرفیشون کنم خیلی هم مثل اینکه خوبن چون باران اینا میشناختنش منم همه چی رو پک کردم دیگه بعدش با یکی از دوستام قرار دارم همون دوستام میگفتم از جون یکی باهاش دوست شدم بعد بیام و بریم سمت فرودگاه بچه توی این سپا یه سری کیف و لباس هست و این کیف ها رو یه دختری درست کرده که رفته با قبیله زندگی کرده و اینا رو با دعا و اینا درست کردن و وقتی شما اینا هم کنین انرژی خوبش همیشه همراهتون خیلی قشنگ این هم لباس های دیزاینر های لوکاله همه خدمات سالونشون هم با این پروداکت هست این لاوشه لاین لاو که برای موهای فره داوینس این قسمت هم برای ریچوالاشونه ساوند هیلینگ مدیتیشن هم داشتن خیلی دوستش هم تان کنم ولی شاید دفعه دیگه امروز خیلی وقت نبود بچه اینجا به یه خوشگلی برای کار ناخونه دو روز در هفته 20% تخفیف یاوه بچه اینجا قسمت موهاشونه ساعت 10 صبح من همین من اولین وقتم خیلی همه چی خوشگل بود اینجا خیلی اگه دبی هستین هلیا جای بد بهتون معرفی نمی کنم میدونین دیگه بچه اینجا اتاقاش این شکلی خیلی خوشگل قبل ماساژم تقریبا یه تریتمنت برای پاتون میگیرین یه ریلکس شین بعد میریم برای ماساژ این هم از اتاق هلی During the treatment if you need something madam just let me know Sure thank you You're welcome madam خب لباسم رو عوض کردم آماده دارم میشم برای اسکراب قشنگ بدن رو اسکراب کنه این پوستای صافی که میبینین همه دارن به خاطر اسکرابه حالا اگر اسپا هم نمیرین کلی اسکراب خونگی هست که میتونین درست کنین و خیلی تاثیر داره بچه ها یک ماه اسکراب کنید به بدنتون روغن بزنید تاثیرش رو میبینین توی پوستتون به خصوص اونایی که حالت توت فرنگی یا پوست مرغی دارن پاهاشون دستاشون خیلی خیلی اسکراب برای بدنشون به همراه روغن به خصوص بایو اویل خیلی خوبه بعدش هم بادی رپ داریم که اونو سعی میکنم بگم بعضی فیلم بگیرن دوست دارم حتما ببینیم بادی رپ هم خیلی جالبه من برم فعلا بچه ها من احساس میکنم رفتم تو پیله پروانه از این نو در اومدم انقدر پوست بدنم فرش شد صاف شد حالا نه که فکر کنم معجزه شده ولی قشنگ تغییر رو میبینی با چش دیگه برم ماساژ بگیرم و بریم بعدش بریم که با دوستم قرار دارم سلام دخترتون خواب باشد ماساژ خیلی خوب گرفتم قشنگ خوابیدم بچه ها اومدم این کافه دوستم رو ببینم حالا نمیدونم کجا صافی داشت کنم بوجیس
اومدیم فرودگاه غذا بخوریم، بعد آقای گفتش که اینجا مال این رستوران است. گفتیم که اوکی ما یه آبجو می‌خوریم. به عباس گفتیم که برو با هم یه آبجو بگی با هم بخوریم. بعد عباس این باشی برگشت. نه جانم. عباس جان چیرز. میگه میخوام مست باشم تو هم به ما ادیت بابو. لا ادیت میخواد بشه. چیرز. بچه ها انقدر پروازمون عجیب بود، یعنی از همون اول خانومه که پشت گیت بود اذیت می بلیتتون رو بدید ببینم، حالا پاسپورت بود حالا کیمیکت بود، بعد من میگفت آقا اسم ما تو سیستم هست چرا باید بلیت بدید، دوباره میگفت اضافه بار دارید، نمیدونم فرق دیگه. انقدر عصبی شدیم که سکورش پیش گفت ما نمیخوایم تو کارمون رو انجام بدیم، پاسپورت ها رو گرفتیم رفتیم دو تا گیت بغل تر. انقدر آدم خوبی بود، سری کار ما رو انجام داد، دیدم اون خانم اذیتمون کرد، سری کارمون رو انجام داد و فرستادمون اونور. فرستادمون اونور رفتیم، فکر کنم دو ساعت نشستیم تا سوار هواپیما بشیم، یهو دم در اتوبوس که میخوام ببرن دم هواپیما یه چیزی کرد، کریان تو باز کن. اینجا من که کریان چکم نگو هواپیما، مثلا از تو گفتم پره اینا رو، یه کریاناشون رو مثلا دو ساعت دارو موششون رو بگی که کریاناشون بالای 8 کیلوه بفرستی تو بار. بعد من کریانم رو اصلا بمیرم تو هیچ سفری نمیدم تو بار، چون مثلا همه چیزایی که روش حساسم و گرونترین کیپ و کفشا و نمیدونم همه چیو میکنم اون تو. بعد خود کردنم سفید دوست ندارم مثلا بدمش تو بار کسیش. گرفت و کوروش یواشکی ولی آوردش تو، ندادیمش تو بار. نشستیم تو هواپیما، آقا دیدیم هواپیما گرم گرم، بعد دیگه چند دقیقه گذشت یهو هواپیما سرد شد. بهشون اندازه نگذاش خوابیدم یه ساعت بعد داشتیم یخ میکردیم، یه پتو بده هوا سرد عجیبی که اصلا شیم میتونم من الان سیخم گلوم یه جوریه قشنگ، دوباره پتو پگاسو رو گرفتی سگش منی شرف داشت. آره حداقل قیمتش من به کروش نشیم داد، چون من گفتم فلایت بای بگیریم کروش که بایم ریت بگیریم، من گفتم نه فلایت بای خیلی خوبه. بعد کوش باورش نمیشد که مثلا خوب بوده. من واگه دفعه قبلی که تنها رفتم دبی میشستم گفتم نگاه کن چقدر هواپیماش خوب بود، چه صندلیاش اوکی بود، هم پتو و بالش رو نمیدونم هدفون و فیلم و همه چی داشت. نمیدونم چرا این سری اصلا این سری دقیقاً عین پگاسوس بود، یعنی دیگه منم الان بهشون دایرکت دادم که افتضاح بود، اصلا باورم نمیشه چون خیلی بد بود، خیلی افتضاح دیگه. خلاصه که اینطوری الان رسیدیم استانبول. سفرهای من همیشه تهش یه درامایی داره. خلاصه حواستون رو جمع کنیم دیگه، فلایت بای و پگاسوس هیچ وقت نگیرین، اگرم میگیرین حتما مدل هواپیما رو چک بکنین چون اینجوری میشه یه اتوبوس. پگاسوس که اصلا در نظرم نگیرین چون واقعا اتوبوسه، ولی فلایت بای هم اگر میگیرین حتما حواستون باشه که چه هواپیماییه اون روز. میدونین چرا این اتفاق افتاد؟ الان بزرگترین تعطیلات امارات و استانبول این عید قربان خیلی برای سنی ها عید بزرگ و مهمیه، 10 روز تعطیلیه. یه جورایی مثلا تعطیلات سال نو ما چقدر طولانیه، برای اونا اینه. برای همین ما 1000 دلار نفری پول بلیط برگشت دادیم، انقدر که گرون بود سر این تعطیلیه. دفعه که 1000 دلار دادیم و فرداش دیگه نیستیم تو مثلا بیشتر بمونیم ارزونتر در میومد. خیلی فکر کنم اون بابا امیریس با این فرقی نداشت قیمتش، بعد امیریس کجا این کجا، امیریس رو میدید خالیه، 4 تا رو برمیداری میخواب 50 تا پتو بگیر، 60 تا غذا بگیر. بگو اون سری حالم بد شد غذاش آلرژی. آره رفتنم روش نفسش تنگ شد به غذا آلرژی داد، نه نه چون هیزلنات داشت چون ساید غذاش تون باده میشونه، نه نه چی داشت ولی آلرژی داد. آقا اینا دیگه 5 تا دافی رژ قرمز پاشن بلند امارات دیگه این توست پسر من بنده میکردن، یکی میچرخه میگفت دگی منم اینجوریه، یکی میچرخه میگفت دستگاه اکسیژن، یکی اکسیژن روش نگه بشه بود، یکی برش قرص می آورد، خود مراقبش باش. من عباس سلپی الو من خدا رو شکر. اوکی بچه ما پاشیم بریم، ساعت 2 صبح. مرسی که مثل همیشه ولاگای من رو نگاه کردید. I love you. تراکولی پلن نوشتم برای یوتیوب، بریم ویدیو خفن بگیریم. I love you. Like, comment, subscribe. جونه بچه هم